کمتر شاعری رو میشه یافت که به اندازه فروغ فرخزاد نقشه روان پیچیده خودش رو در شعرهاش ترسیم کرده باشه. اما از زندگی فروغ بیرون از شعرهاش چه میدونیم؟ کسی که در آخرین سالهای حیات فروغ از همه به اون نزدیکتر بوده در این مورد به ما چی میتونه بگه؟ آقای گلستان، خیلی ممنون که در 50 سالگی مرگ فروغ فرخزاد شما تقاضای من برای مصاحبه ای در مورد فروغ رو پذیرفتین. بسیاری از سوالهایی که میخوام بپرسم بعد از خوندن دوباره شعرهاش در ذهن من ظاهر شده و همینطور البته نامه هایی که اخیراً منتشر شد. بسیاری از این نامه ها به شما نوشته شده، نامه های عاشقانه. یکی از مضامین مهم این شعرها و همینطور نامه ها نه تنها مرگ آگاهی بلکه میل به مرگ، میل جدی به مرگ. در یکی از نامه هاش فروغ می نویسه که بیا لخت شویم و برویم توی قبر، توی بغل هم دراز بکشیم و خاک ها رو روی خودمون بریزیم و ساکت بخوابیم. این میل به مرگ در زندگی روزمره فروغ چجوری ظاهر میشد؟ اصلا میشد چنین چیزی بود؟ اولا این نقطه شروع شما نقطه درستی نیست، برای خاطر اینکه 50مین سال مرگ فروغ هست ولی 73مین درست نزدیکتر سال تولد 82مین نمیدونم چند روزه مهم نیست دیگه. بله در دی ماه میشه 82 الان دی ماه هستیم ما. بله ولی وقتی پخش میشه این مصاحبه بهمن ماه هست. به حال این توجه شما به مرگ چیز درستی نیست، اشاره به شعرهای به حرفای او میکنید ولی مرگ یک جور خط تأکید و تأیید هست زیر زندگی. اگر مرگ نباشه اصلا زندگی بی‌معنی است، یعنی اصلا معنی نداره زندگی. هم تو یه چیزی هست، وقتی تا خورشید تو آسمون هست خورشید هست، وقتی از بین بره نیست. یعنی شما نشانه هایی از این میل به مرگ رو در فروغ نمیدیدی؟ چرا وجود داره، اما این به عنوان تأیید زندگی هست. چون مرگ هست چی بودن این نشانه ها؟ نشانه های میل به مرگ؟ همین که گفته میشه که من دلم میخواد بمیرم، من هرگز دلم میخواد بمیرم ولی خواهم مرد. میدونم اعتقاد من به اینکه مهم نیست، من خواهم مرد، همه خواهند مرد، همه میمیرن. این رو در زندگی روزمره به شما هم میگفت وقتی با هم بودین؟ این حس شدید است. اگر که قرار باشه در زندگی روزمره مرتب بگم میخوام بمیرم، من میخوام بمیرم، اصلا نمیشه اصلا این حرف. نه شما شب میخوابید، هیچ وقت صبح روز به اشخاص بدم شب میخوام بخوابم، شب میخوام بخوابم، نه ولی میخوابید، خوابید و خوابتون هم خواهد برد. این اصلا من دارم سعی میکنم که یه جور کوتاهی بگم، اشاره به مرگ تقاضای مرگ نیست، حراس از مرگم نیست. چنین چیزی در فروغ نبود تقاضای مرگ؟ دو سه مرتبه خواسته خودکشی بکنه. شما ببینید زندگی که شروع کرده زندگی بدجوری شروع شده براش. اصل کار پدر فروغ آدم، ببینید من در سال 1323 در مازندران بودم. بله. با کارگرای شاهی که الان اسمش قائم شهر شده کار میکردم. یکی از اینها که سرکارگرم بود اسمش غلام مهدوی بود. غلام مهدوی گفت که ما وقتی که رضا شاه رفت خونه هامون خراب کردیم. گفتم اه خونه هاتون چرا خراب کردین؟ گفت شما نمیدونید که چه زجی ما به ما میدادن تو ما این خونه رو بسازیم. یک کسی رئیس املاک سلطنتی بود، شربازیر شلاق، ما نمیتونستیم بار بریم ولی به ضرب شلاق میگفت اینو بلند بکنید و دو سه نفر زیر شلاق این در حالی که بار نمیتونستن بلند بکنن کمرشون شکست مردن. در مورد فروغ اجازه بدید. بله. این آدم پدر فروغ بود که این کار میکرده، شلاقه میزده، رئیس املاک سلطنتی بوده در مازندران، در اون قصه از مازندران، و این زج رو میداده. خب خود فروغ رو این مرد از خود بیرون کرده. این که الان شما خود فروغ وقتی که زنده بود
یک روز پنجشنبه مجله در اومد پر از فحش به فروغ، دوشنبهش فروغ مرد، همون آدمی که این فحش رو داده بود پر از تحسین تبدیل به قدیس شهید شد. چی شد؟ اینا اسمگذاری هایی هست بر حسب تمایلات شخصی انجام میده. گفتید فروغ چند دفعه قصد خودکشی کرد در اون سال؟ من دیدم که ولی آره زیر فشاره در اون سالهای آخر وقتی با شما زندگی میکرد دو مرتبه، یه مرتبهش من یادم هست کاملا، و اون هست که نمیدونم چرا این کار کرده بود، هیچ نمیدونم. این چیزایی که میخونید که یا فلان قومخشش این گفته، اون یه قومخشش اصلا همه دروغ میگن، سر این حرفا با دروغ میخوان خودشون وارد قصه بکنن. قصد خودکشیش به چه شکل بود و شما چجوری باخبر شدید؟ من رفتم پدروش خودش، یه بعد از ظهری بود، دیدم درم وازه رو هم انداخت، در رفتم تو دیدم خوابیده، گفتم چه نخوابیدی؟ گیج بود تو همینطور که داشتم چه داخل تو؟ دیدم که یه شیشه قرص بغل دستش، قرص خوابه. خب فهمیدم قرص خوردی، قرص خوردی، سرش آهسته تکون داد. بعد پاهم درد میکرد، شکسته بود پای منم. با همه این حرفا انداختمش رو کولم و از پله های خونه بردمش پایین و سوار اتومبیل شدم. اتومبیل بودم در بود، بردمش خونه دکتر راجی که نزدیک خونه‌ش بود. دکتر راجی بعد خیلی حد فوق‌العاده هم بود و تازه هم این فیلم خالص یا هست رو برش ساخته شد. بله ساخته بود. رفتیم اونجا هیچی، بالاخره این اتفاق افتاد. خانم راجی آمد دم در، دکتر راجی هم نیاورد، گفت خوابیده، نرفت بهش خبر بده. من ناچار شدم باز تو اتوبیل گذاشت، بود تو اتوبیل روندم طرف خونه پری صابری. بله. و نجاتش دادید. خیلی البته خیلی ها میگن که این میل به مرگ تو همه متأثر از به حسابی به گفته شما بخشش متأثر از کودکی فروغه. آره. ولی افسون بر این آقای گلستان، شما در اشعار فروغ و همینطور در نامه هاش یه رگه قوی از پوچگرایی میبینید، از نهیلیسم میبینید. بذارید براتون یه خط خیلی کوتاه بخونم از فروغ. میگه فقط دوست داشتن حفظم میکند، اما فایدهش چیست؟ حتی این موقعی سوالی از همه میکنن، اما حتی موقعی که شما دوستش داشتید و شما رو دوست داشت، احساس میکرد که فایده این دوست داشتن چیه؟ خب همیشه این برای همه اتفاق میفته. شما وقتی دارید هر کاری میکنید، هر در اون لحظه‌ای که برای همه این اتفاق نمیفته آقای گلستان. همه نمیگن دوست داشتن فایده‌اش چیه. اگر قوت شعور شما بر زندگی شما زیاد باشه، تمام مراحل زندگی رو در نظر میارید. اما اگر خیلی باشید ولی این پوچگرایی، این نهلیسم در رفتار فروغ بود، یعنی شما حس می کردید، شما هنرمند بودید، آنتن های شما اینو می گرفت که این دختر حتی در جایی که عاشقش هستی و عاشقت هست کماکان فکر می کنه که فایدهش چیه؟ خب همیشه اینطور هست. شما یه جور عجیبی اعتقاد دارید که اگر که آدم یه چیزی بدونه نمیتونه از خودش شک بکنه، نمیتونه در معلومات خودش شک بکنه. اصلا پایه معلومات انسانی، پایه شعور انسانی، شک در هر چیزی هست. شما با شک شما هست. این شک رو داشتی در مورد فروغ؟ همه دارن، بعضی ها خنگن کمتر دارن. رابطه فکری شما با فروغ چطور بود؟ به عبارت دیگه اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن marriage of minds، یعنی ازدواج روانها، ذهنها، ازدواج آدم ها از نظر فکری، این بین شما و فروغ چطوری بود؟ یعنی این دنیای درونی رو که در شعرش مینداخت با شما در میان میگذاشت؟ هست تو شعرش، با شما صحبت میکرد راجبش؟ که من میخوام خودم بکشم؟ نه نمیگفت این شکل. اما از هر وقتم پای مرگ اتفاق میافتاد حرکت داشت، حرکته. یه ده حرکت ندارن، یه ده خنگ کنجکاو نیستن. بله فروغ حرکت داشت، برای همینه به اغلب اوقات میبینی از خودش راضی نیست. یه جایی میگه شعرهای من مگه من الان که شما حرف میزنم راضی هستم؟ همین الان که ما داریم به هم حرف میزنیم، از بعد از یک مرحله از نارضایتی شروع کردیم. همیشه اگر نارضایتی نداشته باشید نمیتونید رضایت پیدا بکنید. وقتی میگم آیا این ازدواج دو فکر بود، دو روان انسانی بود، منظورم چی هست؟ من وقتی شعر فروغ رو میخونم یه جایی میگه که 678 گل سرخ
محصول کارخانجات عظیم پلاسکو. خب این اجازه بدید آقای گلستان، این یک ارجاعی هست به اون چه که مدرنیزاسیون خونده میشد در دهه 40 بال و پر گرفته بود. در کارهای شما هم مثلا در اسرار گنج این نوع نقد مدرنیزاسیون هست، آیا این معنیش نیست که شما با هم حرف میزدید؟ خب بازی حرف میزدید، پس چیکار میکردید؟ راجع مسائل سیاسی حرف میزنید؟ هر راجع به همین شد. ببینید مسئله فرق میکنه به این جهت که یه مرحله پیش میاد که دو تا آدم به هم برخورد میکنن، به اخلاق و معلومات همدیگه پی میبرن و یک مقداری داستان داد و ستد فکری پیش میاد و یک جوری این دو تا سطح آب با این ظرف هم تراز میشن که نزدیکی به هم علل میشن. اینجوری بود شدن واقعا؟ برای اینکه شما معتقد بودید باید در درون همون سیستم کار کرد، فیلم ساخت، ولی خود شما هم توی ولی در درون اون سیستم که برای تفریح، ولی نه میخوام بگم خود شما تو مصاحبه گفتید که فروغ یه جایی وقتی اشرف پهلوی وارد شد جلوی پاش بلند نشد. این یک. یه جایی فیلم فروغ که نمایش داده شد در شرایطی که اشرف پهلوی و فرح پهلوی گریه میکردن چون تحت تاثیر قرار گرفته بودند، خواستن مجریان اون برنامه خواستن که فروغ بره روی سن، بره روی صحنه. نه رو صحنه بالا داشت فروغ نرفت، گفت که اینا کی هستن من برای اینا. و شما سعی کردید و خب این نشون میده که ناراضی بود از این روحیه، با روحیه شما متفاوت بود. حتما این تفاوت چجوری خودش رو نشون میداد؟ اون همین که شما میگید الان دیگه و همش هم راجع به چیز نیست، مخالفت نیست، یک مقدارم حالت شرم و حیا و ناراحتی از برخورد به یک آدم کلوسال گنده‌ای هست. ولی نه، شما توی مصاحبهاتون گفتید که وقتی که فروغ گفت من نمیرم روی این سن، روی این صحنه، یا من بلند نمیشم پیش پای اشرف پهلوی، کاملا حرفاش سرقه سیاسی داشت. یعنی میگفت اینا کیان این مملکت، یعنی حتی کلمه فساد هم استفاده کرده. دو وعده مختلف. وقتی که اشرف اومد خونه ما، خونه فریدون هویدا بودیم، بله، خبر نداشتیم که اصلا کسی میاد. اونام که میخواستن بیان خبر نداشتن. بله. چون ما خونه فریدون هویدا بودیم، امیر عباس نخست وزیر برادر فریدون مهمونای خودش برداشت آورد. مهمون خودش وزیر خارجه تونس بود. بله. و اشرف بود. اشرف. حرفایی که درباره اشرف زده میشه اساسا فراموش میکنن که این آدم یه آدم کوتاه، این جنبه های حسی فراوان هم داشت. بله. واقعا زحمت میکشید برای کشیده بود برای چیز و حال اونش اونم از بین رفته و کافی لازم نکرده که من راجع به اون حرف بزنم. ولی منظورم این است که فروغ اونجوری که ما در شعرهای آخرش میبینیم، به خصوص شعرهای آخری در آخرین کتابی که در آورد، یعنی در آستانه فصل سرد، این شعرها فوق‌العاده سیاسی هن. آیا در سالهای آخر شما احساس میکردی که فروغ به مراتب داره سیاسی میشه، سیاسی تر میشه؟ باید میشد. چرا؟ چون نارام بود؟ چرا؟ نه، باید برای خاطر که گفتگوهایی که میشد، حرفایی که شاید از من میشنوید، پس حرفای سیاسی میزدید با هم دیگه؟ حتما این کار میکردیم، هیچ گفتگو نداره. ولی روی کرده اون داشت متفاوته. اون وقت فضای سیاسی که گفتیم شد تو مجله‌های موزیکی که بود، چرت و پرتای خودشون بود. حرف اساسی تجزیه و تحلیل اساسی فکری اقتصادی اجتماعی نبود، چون نمیدونستن، بده جرأت نمیکردن. ولی شما با هم از این صحبت ها داشتید. بله. کتابایی که من دادم بهش بخونه، کتابایی که میخون، کتابایی که من براش توضیح میدم تو اونجا که میتونستم، واضح تاثیر میکنه. این شما نگران نبودید که فروغ رو به سمتی ببره که چون دهه 40 سمت درست سمتی است که اینه سمت درست فکری روشن باشه، آدم پایه های اساسی اجتماع رو بشناسه، ببینه اجتماع چجوری کار میکنه، روی این فکر و این ارسیه و اون فلان ظرفا نیست. فکر اساسی بکنه دیگه. وقتی فکر اساسی میکنی بری جلو. و فروغ این کارو میکرد. و اگه این کارو کرد، این جلو رفتنش آیا به این سمت نبردش که زندگی شخصی رو تا حد زیادی بهش پشت پا بزنه؟ آیا به این سمت نه اصلا اینجوری نبود.
درست درست به فکر از وقتی که صاحب مکافات های فراوانی داشت، آدمایی که بهشون برخورد کرده بود خیلی ساده است. آدمایی که اینو نگاه میکردن به هر زنی هم که برخورد بکنن فکر اولشون این بوده که میخوان به این بخوابن، میخوان به این ارتباط جنسی داشته باشن دیگه. ولی فضای چیز اینجوری بود، ولی کم کم ملتفت میشد، یعنی از چیزش تو نطفه این فکر توش بود، رشد میکرد این نطفه که آه زندگی فقط این نیست، فقط این نیست، بله فقط این نیست، باید یعنی... فکر بکنی و همین کارم کرد. و برای همین خاطر بود که یه مرتبه آدمی که فقط از اینکه گناه لذت اندوز کرده خوشحال هست تبدیل شد به اینکه سالهای آخر به فکر جدا شدن از شما که نیفتاده بود، به دلیل اینکه می‌خواست به فضاهای جدیدی، از جمله مثلا چنان به نظر سیاسی میاد این شاعر که گویی داره وارد حیطه‌های جدید میشه، شما چنین خب برای خود شما اشکالی که در این گفتگوی شما هست فکر می‌کنید که این فضای سیاسی یه مرتبه خودش هوپ رفت اون طرف، این فضای سیاسی برده شد اون طرف. بله. این فضای سیاسی شما اگر که فروغ بعد از 20 سال که از نوشتن اولین قصه من گذشته درست به من آشنا شد، بله بله بله، شما قصه های اول من که 20 سال پیش از وقتی که نوشته شده اصلا فروغ ازش اصلا هیچ کاری هیچ چیز نبوده دیگه، بله شما بله. اونا رو بخونید، حالا میگم مقاله ها رو بخونید، بله بله، نمیخوام پوز بدم، فروغ همه یه کارهای شما رو خونده بود، شروع کرد بخوندن، شروع کرد بخوندن اولش، آره شروع کرد بخوندن و و و خیلی برای من خیلی جالب بود که چیزایی که اشخاصی معقدای در جرفت نمیفهمن مثل بز هیچ نمیدونن چی و اون میفهمید فرم و از اطراف چیز میفهمید دیگه، چیزای عجیب غریبی هم نبود، بله. اشخاصی که حرف میزدن از یک رای وارد این حرفا شده بودن، بله. اون کارهای شما رو میفهمید و به قول خودتون خوب میفهمید که کجاها خوب هست، کجاها چی گفته میشه. اما خود شما در مورد شعرهای اون چی؟ شما شعرهای اون رو میخوندی؟ راجب شعرها باش حرف میزدی؟ بله من که آقای معروف دوستدار و رحمت الهی آوردنش پله من که کار بگیره، خب بعد گفتم با کمال میل هیچ هم چیز نداشته، اصلا کوچکتر چیز نداشته، گفتم ولی اولین حرفی که وقتی قبول شد که کار بکنه گفتم خانم جان شما این مقدار شعر گفتید و فکر میکنید اینا شعرهای درجه اولی از لابد دیگه خونده بودید؟ گفتم بهش واضحه بودم، گفتم اینو به من داخل کار خودتون نیارید، من به این شعرها اعتقادی ندارم. از اون شعرها خوشتون نمیومد؟ این سه کتاب اولشه احتمالاً، نه که اول گمسومش در مورده بود تقریبا منتقدا اسیان و بله. همه اتفاق نظر دارن که اینها میشه گفت سطح اول یا پله اوله، ولی بعد از اون دو کتاب شعر دیگه در آورد. من راجع به سه کتاب اولش سه کتابش در آورده بود. دو کتاب دیگه چی حرف زدید راجبش؟ تولدی دیگر و بعد نظرم که حق شعری رو براش، چون وارد یه مرحله دیگه شد فروغ در اون دو تا کتاب، اینجوری نیست؟ سه تا کتاب چاپ کرده بود، بله، اسیر و اسیان و دیوار، دیوار چاپ شده بود، بله، برای خاطر این شعر این حرفه، منظورم این که بعدن که آبرازه کنید فضای شعری اون وقت یه بود که یک کسی بیاد ایماج جمع میکرد، مثل که قبلا قافیه جمع میکردن، ایماج جمع میکرد و ایماژ رو پشت هم میگفت شعر، خب شعر نبود. فروغ چنین بود؟ نه فروغ نبود، کسی دیگر دارم میگم، بله. یه کسی که ها 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 فروغ چی؟ شما در مورد دکتا کتاب آخرش با فروغ صحبت میکردید، نظرتون چی بود؟ اون چی میگفت؟ کتاب دکتا کتاب آخرش دو سه تا شعرش، سه چهار تا شعرش قبل از اینکه در همه اول گفته شد، ولی وقتی که راه افتاد راه افتاد واضح، هر شعرش برای من میخوند دیگه. خوشبختی فروغ یکیش اینم بود از لازم پیشرفت ذهنیش، پیش من که کار میکرد تو اداره که اخوانم بودش، بله، یعنی وقتی حرف میزدیم اخوانم بودش. شما از اخوان غافل نباشید، اخوان شاعر بزرگی بود، بله. بعد از نیما و فروغ، پس در واقع فروغ بازخورد میگرفت از شما، از اخوان و از دیگران، ولی تقلید نمیکرد، استفاده میکرد و از این حرفایی که یا من میزدم یا اخوان زده بود استفاده میکرد، بله. و برای همین خاطر است که بعضی از شاعرهایی که مرسوم بودن، بله، بهشون اعتنا نمیکرد. خب از توصیفی که میکنید چنین برمیاد آقای گلستان که
شما و فروغ با هم حرف میزدید راجع به مسائل سیاسی، راجع به شعرش، راجع به هنر خودتون، و رفیقی دو ذهن بود، دو روان بود. خب آیا این در چارچوب فرهنگی ایران پذیرفته شده بود؟ برای اینکه شما خودتون از خانواده اومدید که پدرتون، عموهاتون سنتی بودن، گفته میشه که این بعداً ثبت شد، تبدیل شد به یه ازدواج رسمی. این در شرایطی که فروغ میگه که، و این یکی از خطهای در شعرهای فروغ که فوق‌العاده آشنا هستن مردم باهاش دیگه، خواننده‌هاش، میگه سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست. آیا همین ذهنیت بر روابط شما حاکم بود یا نه یه جایی ثبت شد؟ برای اینکه صحبتایی هست در مورد اینکه این تبدیل شد به ازدواج، تبدیل شد به صیغه، چه چیزی بود؟ کسی میگه مزخرف میگه، اون کسی که گفته صیغه، اون کسی که نوشته گفته صیغه عقد جاری شد، چه چیزی نشد. اجازه بدید یه مسئله دیگه است، داخل نکنید اینا رو. بله، این شما فضای فکری اون روز رو فراموش میکنید. فضای فکری اون روز یه فضای وحشتناک احمقانه بود، از نظر اینکه سنتی بود. نه، شما در مورد من میگید که من خانواده بازه، ولی پدر من خیلی 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 زود تمام مظاهر چیزشو گذاشته بود کنار. ببینید، زبون فرانسه که من یاد گرفتم از کلاس پنجم ابتدایی برای من معلم آورد، چون خودش داشت فرانسه میخوند. یه مرد 40 ساله در سال 1378 برای شما معلم بخواد فرانسه بخونه خودش. بعد اینها در ارتباط با دوستی شما و فروغ چجور اثر کرد؟ حوازه که اثر کرد. فروغ مرتب میرم انجمن ایران انگلیس انگلیسی بخونه. نه، من الان میتونم تو اون گردا برای شما کتاب بیارم، آنتولوژی شعر انگلیسی رو بیارم، دادم فروغ بخونه. و این تمام هنوز خطش بر... خط فروغ هست، خط فروغ رو تمام لغتایی که نمیدونسته هی چیز میکرده بره یاد بگیره، شعرش رو از اون یاد نگرفت. پس این دوستی دو ذهن، دو روان انسانی تبدیل نشد به چیزی که به قول فروغ در اوراق کهنه یک دفتری ثبت بشه. خب واضح نیست، به او ارتباط نداشت. این داستان چیزم که شما میگید ازدواج و سیده و اصلا پرته، اصلا پرت قضیه. ازدواج یعنی چی؟ ازدواج اساسا مگر غیر از یک قرارداد اقتصادی به دو نفر هست؟ بله، ولی آقای گلستان، من اشعار فروغ رو دوباره پیش از این مصاحبه خوندم، احساس میکنی که فروغ فرخزاد آسیب پذیره و دوست داره یه جاهایی پناهی داشته. خب اگر فروغ فرخزاد علارغم این که اسیانگره، علارغم این که فوق‌العاده شم استقلالش قویه، اگر یه جای احساس کنه که دیگران فشار میارن، بزرگترها، و میگن که یه جایی اینو ثبت کنید برای اینکه تمام جامعه، ما ثبت نکردیم، چنین چیزی رخ نداد. چنین چیزی به صورت ثبت هرگز رخ نداد. شما دقت نمی کنید، شما میگید از یه خانواده مثلا پدر من داستان به صورت خیلی خلاصه این است. پدر من موقعی که من عروسی کرده بودم، بله، از شیراز نیومده بود تهران. خب. و این برای خودش یه جور عقب چیز میگه. بعد که چندین مرتبه اومد تهران، ولی این آخر شما گوش کنید به حرف من، این بله. مسئله است. حس میکرد که نمیخواد دیگه زندگی بکنه پدرم. حس میکرد که ممکنه مرگ، و همینطور هم شد. بله. دو با بعدش هم مرد. بله. حال خودش میدونست. به حال این میخواست ببینه که یه همچه اتفاقی بیفته، هیچ ارتباطی هم به چه اتفاقی بیفته؟ یعنی بعد او با ازدواج بکنیم، شما با فروغ ازدواج کنید. بله. هیچ وقت ما توی محضر نرفتیم، هیچ وقت هیچ کجا ثبت نشد، هیچ وقت تنها کسی که از این بابت خبر داشت زن من بود، فخری خانم. بله. فقط زن من بود دیگه، که پدرم به خودش گفت. فخری هم با کمال بزرگواری، فخری دختر فوق العاده بود. پدرتون به فخری چی گفت؟ بله؟ گفت که پدرتون به فخری چی گفت؟ من نبودم بهش، رفت گفته بود که قبول که اومد فخری. من گفت شما با هم هستید دیگه. آها، این زندگی شما و فروغ و فخری خانم قبول کرد. و اصلا برای خاطر که هیچ نوع، شما در داخل یه دیوارهایی هستید متوجه هستید، حرف میزنید. بله. اصلا به کلی ما خنده میکردیم به این حرف.
هر دو خندید. خود پدرم میخندید که این کار کرده که. چه کاری کرد پدرتون؟ یعنی همین که گفت که این کار بکنید شما. متعجستم. خیلی ساده. ما میخندیم ولی خاطر واقعا اعتقاد نداشتیم. و همین الان و با عرشی عروسی کردم. خب؟ اصلا برای خود همسر کنونیتون. بله. خیلی خوب. ولی واقعا قبل از اینکه به عرشی عروسی کنم چندین سال با هم زندگی میکردیم. بله بله. اصلا یعنی چی این حرفا؟ افسون بر اون میل قوی به مرگ که من در سوال اول گفتم، شما گفتید شاید اصلا این سوال بیجاست، یه چیز دیگه ای که در فروغ میبینیم افسردگیه. یه جاهایی هیجان، یه جاهایی افسردگی، یه جاهایی انرژی فراوان، یه جاهایی خمودگی. این چجوری در زندگی روزمره فروغ خودشونشون میداد؟ هیچ گفتگو نداره که یک عدم تعادل موسمی پیش میامد. حالا ممکن است که این ارتباط داشته باشه به چیز ماهانه، قاعده ماهانه، ممکنه بیپولی باشه، ممکنه فکر باشه، ممکنه علاقه یه خط قوی تو شعراش، یعنی فارغ از این که در ماه یکی دو روز چنین باشه، واقعا شما میبینید که خیلی قویه این افسردگی توی یه جایی میگه که من به این دلیل از موسیقی ایرانی، اونجا میگه موسیقی ایرانی ولی میفهمی که موسیقی کلاسیک ایرانی منظورشه، موسیقی سنتی، به این دلیل خوشم میاد از موسیقی ایرانی که از اندوه خوشم میاد. برازده کنید شما یک گفته، یک کسی گفته، یک چیزایی گفته بعدش هم مرده و دیگه نیست بخواد تحول پیدا بکنه یا توضیح به شما بده. شما اون گفته رو در اون حد یک دختری که 33 سال بیشتر نداره باید نگاه کنید. تازه شروع کرده به خوندن و با سرعت داره میفهمه و به سرعت داره پیش میره. اما خیلی جدی نگیریم اون حرف و منظورتون. فرم نهایی نداره دیگه. آدم ها اصلا خنگ داره از پره این اشاره قبل از انقلاب و اشاره که بعد از انقلاب پیدا شدن. یارو اومده اصلا هرچی خیلیه برداشتی کتاب، یک کسی کتاب ترجمه کرده این برداشتی کتاب به اسم خودش نوشته، بازبینی کردم، بازنویسی کردم دیگه. خب این دوزیه، این مسئله تحول نیست. چنین نبود. نه همین الان گفتید که به سرعت داشت یاد میگرفت. فروغ خودش هم توی نامه‌هاش می‌نویسه که وقتی میره سفر به سرعت میخواد زبان‌های جدید یاد بگیره. خودش یه جایی تو مصاحبهش میگه برای من بیان خودم مهمه. آره. این بیان شعر نشد سینما، حتی میگه سینما نشد تئاتر. این انرژی فراوان فروغ. آره. آیا حس نمی‌کردید در سال‌های آخر داره میبرتش به سمت میدیوم‌های دیگه، رسانه‌های دیگه هنری، به سمت هیته‌های دیگه؟ حس می‌کردید که نمی‌گنجه؟ فکر حس نمی‌کردید چی هست؟ داشت میرم، من با یکی دارم راه میرم، میدم از تو کدام خیابون داره رد میشه. طبیعی است که اینجوری هست. ولی چرا اینجوری هست؟ برای خاطر اینکه پله پله داره میاد بالا. از اون مرحله که شاعرای قزمی دیگه میگفتن راه اومده بیرون، حرکت فکریش با رفاقت هایی که اخوان داشت با دیگرون و درجه مقداری فروکش میکرد شباهت نداره. داشت با یک کسی حرف میزد که من تمام دستگاه و وقتی که از روزنامه نویسی کنار رفتم، دیدم در داخل حزب توده که من روزنامه حزب اداره میکردم. بله. خب بعد دیدم که یک جلسه بحث و انتقاد، یه آدمی که خیلی هم مهم بود و جزء 53 نفرم بود و قصه هم نوشته و حقوق بازی هم کرد و فلان از این حرفا، این پشده داره فرش میده به کسی که چجوری فرش میده، میگه شما اپریم، اسحاق اپریم سخنرانی کرده بود، این بلند شد گفت رفقا به این گوش نکنید، این در انگلستان درس خونده. یه آدمی که خودش در آلمان درس خونده که حالا قصه نویس هست، جز 53 نفر بوده، فلان فلان فلان، حسب دیگه دیوانه شدم که یه آدم اینجوری دیگه، اگر یه آدمی که این همه فرصت داشته اینقدر خنگ و لجباز باقی مونده باشه یا میخواد کسی رو راضی بکنه که این حرف بزنه، اصلا یعنی چی؟ من اصلا کاغذ استعفایی که من نوشتم همین نوشتم، اومدم بیرون گفتم قصه می‌نویسم. من از اولین قصه‌ای که نوشتم، ولی در مورد فروغ اجازه بدید. بله. شما میگید که چیز همه قصه‌های من و فیلمی که می‌خواستم درست بکنم، هر کاری کردم
اما از اینکه حتی فلان احمق فلان حرف بزنی فلان حرف نزنه، من میخواستم فکر خودم بیان بکنم، اونم میخواست فکر خودش بیان بکنه، فکر اون داشت متحول میشد، فکر من شاید متحول نمیشد. در مورد فکر فروغ که همجوری که شما گفتید داشت متحول میشد، میشه اینجوری گفت که این فکرش رو به خوبی در شعر بیان میکرد، به این دلیل که یه جایی هم میگه به این دلیل که در قبال شعر برای خودش مسئولیت قائل میشد. خب شعر فردی ترین رو بیان یه آدم یه جایی هم میگه که شاعر باید اول خودش رو کامل کنه، گویی فروغ میخواست شعر خودش رو زندگی کنه. که همجوری که من برای این مصاحبه آماده میشدم بیاد این حرف ویلیام باتلر ییتس شاعر ایرلندی افتادم که How can you tell the dancer from the dance؟ چجوری میشه شما تمیز ببینی، تمیز قائل شی بین رقص و رقصنده؟ در مورد فروغ هم این بود. آیا شاعران زندگی کردن فروغ، شعر را زیستن در زندگی، در رفتار روزمره فروغ یه تغییر ایجاد میکرد؟ یعنی شما فکر میکردید چرا تغییر ایجاد بکنه؟ تشدید میکنه، تحول عوض نمیشه. چرا تغییر میگید شما؟ چرا تسعید نمیگید؟ خب این تسعید چه اشکالی پیدا میکرد؟ یعنی مثلا وقتی شما میگید فروغ با شعرش به عنوان شاعر تسعید پیدا میکرد، این به چه شکلی در زندگی روزمره این شاعرانه بودن چجوری خودش رو نشون میداد؟ باید شما بد جور دارید نگاه میکنید به قضیه. شما دارید یه چیزی رو میفشارید کوچیک 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 که کندانسه بکنید، متراکم بکنید و این تراکم رو میخواید هر روزی بکنید. خب اینجور نیست، چنین نبود در زندگی روزمره. اصلا نمیشه درجه متراکم شدن خورده خورده پیش میره. نه بذارید این مثالی بزنم آقای گلستان، درست میگید، شاید من کلی حرف میزنم. فروغی که میخواست شاعرانه زندگی کنه و میخواست خودش عکس بگیره فلان کنه، میخواست در واقع شعر زنده باشه، چنین فروغی دماغش رو عمل کرد. این خیلی جالبه برای من. آره. این یعنی این کانترست، این تناقض رو چجوری میشه حل کرد؟ آره نه، هیچ، خیلی ساده است. اولا که دماغ گنده خودش رو اولش چیز میگفت که گنده هم نبود. اولش فکر نه بچه بوده. بله. باباش هم پدرش هم رئیس املاک سلطنتی بوده. بله. رضا شاه میره بگرده و تو خونه چای بخوره. خب. خسته بوده رضا شاه. رضا شاه اینو بغل میکنه، بهش میگه دختر تو هم مثل من دماغت گنده است. و این تو ذهن فروغ میمونه. آره این بود تو ذهنش بود دیگه. و این به این خاطر عمل نکرد، ولی خب میدونی که دماغش گنده است، رفت عمل کرد، بعد خیلی هم بهتر شد. خیلی هم بهتر شد. بله بله. شما که توصیه نکردید بهش برای عمل کنه؟ اصلا گفت هر کار میخوای بکنی بکن. نه چی، برای چی من توصیه بکنم؟ برای چی من تو اصلا از پرت قضیه. و بعدش هم یه مقدار چندین وقت هم تو همون اول قضیه ناراحت بود که چه اصلا این کار کرده. ناراحت. آره واضحه آدم اینجوری از شما یک مجسمه درست کردید فقط میخواد اون تماشا بکنید، هیچ توجه نمی کنید که این روز شب میخوابه، صبح بلند میشه ناشتایی میخوره، همون میره میدوه میپره. این که فروغ بعد از عمل دماغ باز هم ناراضی بود، در واقع یه گوشه از همه نارضایتی های فروغ. فروغ به نظر میاد از خودش ناراضیه، از شعرش ناراضیه. یه جایی میگه که من 30 ساله هستم. آخه همه که اینطور نیستن، باید همه اینطور باشد ناراضی باید یه چیزه. ولی میخوام ببینم که فروغی که میگه من 30 سالم ولی بزرگترین عیب من در کتابم اینه که شعر من از خودم جوانتره. اینو در مورد تولدی دیگر میگه که از نظر منتقدا بعضی از بهترین شعراش تو اونه دیگه، به یه پله جدیدی اومده بود در شاعرانگیش. علارغم این میگه که من عیب بزرگی دارم به این دلیل که شعر من از من جوانتره. این برای خدای حس میکنه که اون کمالی که مورد علاقش هست داره بهش میرسه، اما بهش نرسیده هنوز. و برای همین این کار خیلی درستیه، برای همه این کار با اینطور باعثی باشه. بایستی را بر یه مثال برای شما بذارم. من یه فیلم درست کرده بودم مارلیک، خود هیچی تموم شده بود دیگه. وقتی میخواستم به این بیرون نشون دادم، آه این چی هست، حیف نیست این همه. گفتم تو چی میگیری، این چی هست، نمیدونست. گفتم صبر کن من یه کار دیگه میکنم، من میفرستم
این از نگاتیو این فیلم یک مقدار چاپ بکنن میارم میدم به تو، تو میشین هر جور دیگه جور دیگهش مونتاژ بکن. این کار کردم. خب اینجور این یک مرحله خیلی اساسی در تحولش بود. حالا من فیلم مونتاژ کردم، حالا خودم رو عین متریال دادم. مونتاژ فروغ هم دارید؟ دادم، از تکنیکالر یه پولم خرج کردم آمد گفتم میشین درست کن. خب درست که خواست بکنه. بعد از یه دو هفته که در روزی که کار کرد آمد گفت من نمیتونم این باید یه جور دیگه ساخته میشد، اینجور ساخته نشده. گفتم آره سب کن. من گفتارشم در همین وقت نوشته بودم، نخونده بودم، اینا همراهش خوندم و رفت. اون وقت تازه فهمید که یعنی چی. وقتی هم که این فیلم تقریبا نشسته بود توی فستیوال ونیز، وقتی یوریس ایونز جایزه اول فیلم رو به این داد، می‌خواستم سری بانی زدن که برم جایزه بگیرم، من نمی‌رفتم، نمی‌خواستم برم. فرو رفت؟ نه، سکسک هم زدن که برو برو زشته، الان یارو داره میگه نورافکن میدازن رو ما، برو. خب، گفتم ببین، همون وقت بهش گفتم، گفتم ببین این همون فیلمی هست که تو گفتی خوب نیست، بعد گفت، خب من بعد گفتم که خوبه که. خانه سیاه عصر رو بعد از این ساخت دیگه، بعد از این مشارکت های اینچنینی در فیلمسازی و مونتاژ رو سه یا نه؟ میخوام که این تأثیرات رو در خانه سیاه عصر گرفت میشه دید؟ خانه سیاه عصر دیگه فراموش نکنید، اولا تماتیک. برای بیننده هایی که نمیدونن این در مورد یه میشه گفت مجتمع جزامی های ایران فیلم خانسی هست، دو چیز هست. بله؟ یکی وجود آدم های عجیب غریب و ناخوش جزامی، یکی تو ذهن اشخاصی که بخوان تماشا بکنن فکر جزام، یکی طرح جزام خونه به صورت مملکت ایران، اشاره به جزامی ها به صورت مردم ناخوش ایران. این قبل از اینکه کوچکترین چیزی که از گرفته باشه که من میگفتم پشت برو فیلم درست بکن، علتم میگفتم تو پشت برو درست بکن، برای خاطر بود که فیلمی که من داشتم درست میکردم و این خودش با ستاره اون فیلم باشه، به یه علت دیگه ای من این فیلم متوقف کردم. بله. و این خیلی پکر بود. خب به پشت برو این فیلم درست بکن، این همه حرف ماست دیگه. برای همین خاطر از گفتار فیلم رو من نوشتم، همین اصلا صریحا گفته میشه دیگه. بله. این اون ایده پلیتیک فیلم. بله. که پنهونم از هدیه کمی و وجود آدم های اوبژکتیو ناخوش کجکوله اونجا چیزی کار دیگه اتفاق دیگه نیفتاده. این دوتا به هم دیگه ترکیب شده، شده این فیلم. این فیلم اثر میکنه، خیلی مالم اثر میکنه، اون حرفا درسته، اون قیافا درسته، این دو تا به هم دیگه میخوره دیگه. یک حالت انتخاب شعرهایی که از تورات کرد برای این فیلم خودش کرد، اما اینا رو به هم دیگه پیوند دادیم، این گفتار رو، اینا همه کمک کرد دیگه، خب شد این فیلم. این یک چیز مرحله کلوسال عجیب و غریبی نیست. شما به جایزه هایی که فیلم ها میگیرن توجه نکنید. شما همیشه در نظر بیاد که ببینید اسکار. بله. 10 سال اسکارهایی که گرفته شده رو شما جمع بکنید، فکر میکنید که همه این فیلم‌ها یک سال ساخته شده بود و همه رفتن توی اسکار و میخواستن جایزه بدن، به کدوم جایزه میدادن؟ میبینید که نمیشه. و توی اسکار به فیلم‌های قزبیتی هم جایزه دادن که به ضرب تبلیغات. بله. اگه برگردیم به فروغ، در همون جریان ساختن خانه سیاه هست، فروغ بچه ای رو به فرزند خواندگی میپذیره. اون بخاطر علاقه با بچه خودش گریشته. چون بچه خودش رو ازش گرفته بودن. خب واضح دیگه. اصلا دردناکه، دردناکه که توی خیابون میرفته شوهر سابقش رو میبینه. بله. میگه که من بچه رو میخوام. و این مرد نمیدونم چرا. خودش بر من نبودم که. بله. خودش میگفت جلوی سفارت آلمان بوده توی خیابون. بله. چیز فردوسی اونجا که سفارت. این مرد من گفت که همینجا توی پیاده رو با من بخواب تو من بگم بچه بیاد پر تو. خب این اصلا دو تا چیز فوق‌العاده است این قضیه به هم دیگه. اینه یه همچی چیزی. خب یعنی فکر میکنید علاقه بچه بوده. خب بله. فکر میکنید دلبستگی به بچه خانواده جزامی در حین ساختن اون فیلم صرفا به این دلیل بود که بچه خودش ازش گرفته بودن، یا منی که میخونم انتخاب حسین ارتباط داره؟ حسین منصوری فرزند. حسین منصوری. بله. شما با اون گفتگو میکنید، پسر فوق‌العاده خوبی هم هست، خیلی هم ترقی کرده برای خودش ترقی. متاسفانه اشخاصی که بایستی که همراه
تحول این برن بیار از بین میرفتن دیگه. خب ولی خودش کشون بیرون، خودش متوجه. رابطه شما با فرزند خوانده لفظ خیلی قشنگی نیست، فرزند خوانده، با فرزندی که فروغ پذیرفت، رابطه شما با این فرزند چی بود با حسین؟ خب چی ارتباط داره به هم مسئله فکر شما؟ میخوام ببینم که من بهش تلفن میکنم همین الان. در اون زمان شما حس نکردی یک نفر دیگر رو فروغ وارد این رابطه بسیار بیواسطه یه دوگاه مثلا چون چیزی نبود برای مگر که من حس کردم که زن من یه بچه زایده بنابراین پس چیکار بکنم؟ نه طبیعیست، فرزندی که فروغ پذیرفته بود برای شما رفیق بود، دوست بود، بچه خیلی شاد، برخلاف حالش که خود اوقاتش تلخ همیشه، ولی اون وقت خیلی آدم به قول انگلیسی پرکی پرهوای بود. فاره وقتی هم که فروغ نمیتونست تو خونه خودش نگهش بداره، سپردش به مادرش، خب اداره زندگیش رو میکرد تا حدی. وقتی هم که فروغ مرد این اداره زندگی ادامه پیدا میکرد. مادر فروغ که زن فوق‌العاده درجه اولی بود این کارو میکرد، برخلاف بعضی از افراد خانواده اون، بعضی از افرادش. فروغ عجیب غریب بود، این بچه ها بعضی هاشون واقعا فوق‌العاده بودن، بعضی هاشون خیلی قزمیت هستن. آقای گلستان، در نامه هایی که به تازگی منتشر شده از فروغ و خیلی از این نامه ها به شماست، ما فروغی میبینیم که شیفته شماست، یعنی چنان شیفته که برای بعضی ها تصور این که یک زن اینقدر یک مرد رو، بذارید براتون میگم، ده ها بار گفته قربانت بگردم، خب آره عاشقت هستم. این اذیت نکنید شما، نه من شخصیت شما رو میشناسم، شما کسی هستید که در بیان احساسات امساک میکنه، یعنی فکر میکنید باید نه. ولی نه. عکس این بوده فروغ، آیا این هیچ این خیلی در واقع دو شخصیت متفاوت رو نشون میده، فروغی که بی هیچ محدودیتی احساسات خودش رو بیان میکنه و شمایی که برداشت من اینه که در بیان احساسات خودتون یه مقدار امساک میکنید، یعنی چنین نیست پس؟ نه اون یک چی بگم جوش افرویسانسی بود که می آمد از این. خب آدم باید این افرویسانس رو، این جوش رو آروم بکنه دیگه. آها، شما این جوشش عاطفی رو سعی میکردید آروم کنید؟ نه، جوش طبیعی که داره داشته باشه. من گور نمیگیرم، منم گور گرفتم، منم میگرفتم، واضحه که میگرفتم. شما میگرفتید پس؟ خب حتما چه شکل در نامه هاتون، در یعنی خیلی برای کسی که شما رو میشناسه اتفاقا بسیار جالب خواهد بود که ببینه که این گور گرفتن. اما داستان خیلی موسیقیه. بله. ببینید وقتی که فرو بودش آمد گفت من میخوام این نامه ها رو که پیش نامه های من رو همش هم نبود، یه مقدارش بود. بله. اینا بگیرم بزنم پل نامه های خودم. گفتم برو. بله. گرفت برد. خوب گوش کنید، اینا پیش خودش بود. بله. بعد که مرد پدرش رفته یه مقدار کاغذایی رو برداشته برده خونه، خواهر کوچیکش، نه خواهر بزرگش. بله. خواهر کوچیکش که آمده بود از آلمان اینجا، گلوریا. بله. میره آمد این روز پلی من گفت که این کاغذها باز تو نگه داری. گفتم یعنی چی کاغذها؟ اون من چی نگه بدارم؟ گفت که این کاغذها رو پدر من آورده از خونه فروغ پیش توی گاوصندوق. شما دوست نداشتید اون نامه‌ای که فروغ به شما نوشته رو نگه دارید؟ جان؟ دوست نداشتید نامه‌ای که فروغ به شما نوشته رو نگه دارید؟ نه اصلا حتی من اینا یادگارهای احمقانه هست، یعنی چی؟ دو نفر هم دیگر دوست داشتن، حالا بیاد یکی دلش خوش بکنه به کاغذاش. به قول خودتون جوشش عاطفی، نه آره، ولی که عاشق به شما. من چی میگم این کاغذ؟ من این کاغذ رو نخوندم. وقتی این کاغذ رو گلوریا از پدرش دوزید آوال گذاشت پرلمن، من اصلا گذاشتم مثلا نخوندم. برای خاطر یه خوندنش این مقداری شاید دردناکتر هم برای من بود دیگه. بله، نخوندم. بله، بله. و این پرلمن بود و این از نمیدونم بالاخره پیش من بود دیگه. بله، سالیان سال پیش شما. بله. خانم میلانی، خانم فرزانه میلانی، نویسنده رفته پرلمن در جستجوی این کار. بله، بله. رفته ترون، این خیلی قبل از سالای بله. مثلا سال 70 میلادی
به این برخورد به خانم گلوریا برخورد کرده. گلوریا گفته این نامه هایی که اونا انترساده است اونا را من دادم همه را پیش گلستان است. و خانم میلانی از سال 1981 یعنی 1700 و 1300 و 1379 این همینطور پیگیر این بود که نامه را بهش دادم. خب من نمیدادم بهش، یعنی چی؟ نامه بدم بخواد چیکار کنه؟ 30 سال گذشت. بله 30 سال گذشت. این خانم هی اصرار کرد، گفت والا من تزم اینجور تزم اینجور بله من دادی تزم در نهایت این نامه ها در بردنش هم که بعد خیلی محبت داره و رفیق هست، اونم اصرار کرد. من هم گفتم خب خیلی خوب بیا آقا بگیر، کاغذ های فوتوکوپی کردن دادن بهش. خیلی خوب این اینجوری کاغذ پیش اومده، ولی کاغذ های من اگر من اصلا نمیدونم کاغذ هم چی هست، نمیدونم چی نوشتم براش. 50 ساله بله در این کاغذ هاست به گفته شما، در این نامه هاست که ما یه فروغی میبینیم که هیچ به هیچ وجه سعی نمیکنه چیزی رو پوشیده نگه داره. این در شرایطی که به هیچ وجه سعی نمیکنه چیزی رو پوشیده نگه داره، یعنی چرا پوشیده عاطفه خودش رو به کلی، این در شرایطی که من هم پوشیده خودم نگه نمیداشتم هیچ وقت. در نامه هاتون بهش؟ نه نه در 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 بیان عاطفه و در واضح طبیعی است. چه پوش اصلا من به نفس، ببینید آدمی که داره به تو حرف میزنه یا لایق این هست که بهش حرف بزنی چه پوشیده چی بگه؟ این من از زن خودم که وحشتناکم دوستش داشتم یکی از چیزایی که گم کردم در زندگیم فخری است. فخری همسرتون در زمانی که با فروغ زندگی میکرد هیچ ارتباطی به این نداره که من مگه فرض کنید من 10 تا بچه داشته باشم، 4 تا بچه داشته باشم. حالا که صحبت از فخری خانم میکنید، میانه فروغ و فخری چطور بود؟ فوق‌العاده با هم سفر رفتیم، ما با هم سینما یعنی می‌رفتیم. فخری دیگه. همسرتون و با شریک زندگیتون فروغ با هم سفر رفت. فخری موجود درجه اولی بود. فخری که چی میگم مثلا الان واقعا من متاسف هستم که فخری مرده. آره اون آدم درجه اولی بود. میتونم بپرسم الان فخری رو بیشتر یاد میکنید یا فروغ رو؟ نمیشه فکر کرد که اصلا یه حرف شما پرت میگید. چرا؟ برای خود ترازوی نیست که اینجا رو نه، ولی بیشتر بیاد کی میفتید؟ هر دوشون تو ذهن من هستن. هر دوشون تو ذهن من هستن خیلی زیاده. یک زن دیگه که به خاطر که ما هر دومون یک شب دنیا اومدیم. بله. و بعد از وقتی که من 30 فلان بودم بهش آشنا شدم. میدونم کی؟ نمیشه چه بشه با سیمین. کی؟ سیمین دانشور. نه بابا سیمین تو پس من اشتباه کردم چون سیمین از اون بزرگتر بود. نه بله چون هم شهریتون و تقریبا هم سن بودی فکر کردم سیمین. ولی برگرد سیمین دختر خیلی خیلی خوبی بود. بله. سیمین آدم بدبختی بود. چرا؟ برای خاطر که زندگی خیلی بدی داشت. تمام این هوایی که خودش میزد، ببینید سیمین میاد ترون درس بخونه توی اداره تبلیغات آقای گلستان مترجم میشه. بله ما راجع به سیمین دانشور شاید یه موقعی مسابقه بکنیم با شما، ولی اجازه بدید در مورد فروغ پیش از این که وقت متوجه بله. سیمین دختر خیلی درجه اولی بود. من واقعا از مرگ سیمین ناراحت شدم. من مرتب به سیمین تلفن میکردم برای اینکه در کودکی هم بازی هم بودی دیگه درست از کودکی آره ولی که فاصله هم بود از بله. وقتی که اون کلاس 12 رو گرفت رفت ترون رفت دانشگاه مثلا سیمین دیگه نمید. من با برادرش آشنا بودم، دوست نزدیک بودم با پسر خالش احمد افشار دوست نزدیک نزدیکی من بود. اینا یه چیز دیگه است. بله. اینا رو مخلوط نکنید. در مورد مرگ فروغ صحبت کنیم آقای گلستان. در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی یک مرتبه مثل یعنی کسی که در اوج خلاقیت هنریشه یه مرتبه خبر به شما، حس و حالتون چی بود؟ چی بگم؟ چی دارم بگم؟ در اون لحظه ای که به شما گفتن چی بگم؟ من از 5 دقیقه بعد از تصادفش نوکر من آمد، همراه فروغ رفته بود. بله چیز؟ و من دویدم دیدم اونجاست، بردمش بیمارستانی که در حدود فقط 20 متر به ما فاصله داشت. قبول نمیکرد بیمارستان زنکی که اونجا بود اصلا نمیفهمید که اصلا این اینه. ببینید شما هی نگاه به من بکنید، ببینید تو من درست به شما بگم بله. روحیه ایرونی که ساخته شده اینه که تو میری توی مریض خونه
که میشنن تو کی هستی، همسایه تو هستن، در میزنی رئیس بیمارستان یه خانمی میاد قبول نمیکنه، میگه آقا این تصادف کرده، میگه خب کرده که کرده، اینجا مریض خونه تصادفی ها نیست. پس شما بردید فروغ با اون حال و بیمارستان نپذیرفت؟ بازه، و این مریض خونه هم جای دوری نبود، مریض خونه بیمارستان هدایت درست چسبیده به بعد چیکار بردید یه بیمارستان دیگه؟ آره بعد سوال نمیزنه که زنی که خب نمیذاره، میگم آقا این باید بیاد، نمیذاره آقا، گفت نمی شما کارگر نیستید، این اینجا بیمارستان کارگر هست، بیمه کارگر، شما بیمه کارگر هست، نمیتونم خانم جان این هیچ قبول نکرد، من هم دم فایده داره و دارم وقت تلف میکنم. سوال باشنم رفتم تجریش توی بیمارستان رضا پهلوی، اونجا بیمارستان اونجا بود دیگه، ولی دیگه دیر شاید هم اصلا تو بیمارستان هدایت هم میرفت اتفاق نمی افتاد. بله بله، یعنی باز میمرد، ولی حرفات در هم بر همه. میگه که خانم یه کسی اومده عکس گرفته میزانسن کرده که فروغ افتاده که تو جوب، اصلا فروغ تو جوب نیفتاده بود، اصلا سرش وقتی شما رسیدید شما رسیدید تموم نکرده بود یا کرده بود؟ نه من تا وقتی توی بیمارستان پهلوی هم میبردنش با برانکار توی اتاق عمل تموم نکرده بود. و میدونست در آغوش شماست؟ من هیچ نمیدونستم که چه اتفاق خواهد افتاد. نه فروغ میدونست که در آغوش شما داره؟ ما چه میدونم؟ بیهوش بود. بیهوش بود ولی زنده. بیهوش بود دیگه. بله. وقتی که فروغ دیگه وقتی بردنش با برانکار تو من رفتم دیگه. بعضی میگن که یکی از دلایلی که شما ایران رو ترک کردی چند سال بعد از اون و دیگه برنگشتی، اگرم برگشتید برای سفری کوتاه بود، مرگ فروغ بوده، چنین بود؟ نه خب اینم یه مقدارش مزخرفه، برای خاطر که شما فراموش میکنن که هنرهای زیبا و کوفته ماشینای پهلوان و جباری که همه رو میشناختم مانع کار فیلم بنشده بودن. یعنی جو سیاسی هم، مسائل سیاسی هم عاملی بود که شما برنگشتید؟ شرایط سیاسی؟ خانه بردم نمیتونستم فیلم درست بکنم، همینطور بیشم چه کنم؟ بله، این موضوع بحث دیگه است، مصاحبه دیگه. البته واضحه که سخت هم بود که دوری اون من، ولی دوری از اون جای جغرافیایی من عوض بشه، از تهران بیاد لندن اون دوری هست. شما دقت نمی کنید شما به این مسئله، با عوض کردن محل جغرافیایی من از یک فاجعه جدا نمیتونم بشم. بله، ولی اینو از این جهت پرسیدم که خود فروغ هم از شرایط اونجا ناراضی بود. در یکی از از ایران، در یکی از نامه هاش میگه ایران بیغوله است پر از مرگ و حقارت و بیرودگی. خب راست میگه، راست میگفته دیگه. باعث نشد که شما راست بگه یا اشتباه بکنه، به هر حال باعث نشد که حالا که فرو رفته شما هم فکر کنی اینجا دیگه جای من نیست. واضح من فیلم نمیتونم درست بکنم و فروغ هم نیست. فیلم آخرم که درست کردم دیگه پیدا بود که اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم دیگه. فیلم های قدیمی هم اگه فیلم نمیتونستید درست کنی ولی فروغ زنده بود در ایران میموندید؟ فکر میکنید مونده بود؟ سوال مهمه، درست میگید. بله، بعد جوابش هم کاملا درست. خیلی ممنون آقای گلستان از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید.